سلام بر شما، به برنامه تحول خوش آمدید. بریتانیا با انتشار سند راهبرد مبارزه با تروریسم خود شبکه القاعده را همچنان یک تهدید امنیتی جهانی دانسته است. بر اساس این سند، با وجود کشته شدن امین زواهری، این شبکه از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان بهره می‌برد. سند استراتژیک بریتانیا برای مبارزه با تروریسم افزوده که شبکه القاعده به افغانستان به عنوان محیط عملیاتی راحت برای اجرای عملیات خارجی در کوتاه مدت هنوز هم اولویت می دهد. در این مورد با مهمانان بحث آقای سمسور صافی استاد پوهنتون از آمریکا، آقای پرویز سانکزای استاد پوهنتون اینجا در استودیو با ما هستند و آقای سید نظام‌الدین وحدت آگاه سیاسی هم از لندن با ما وصل هستند. آقای سانکزای اجازه بدید بسره با شما آغاز بکنیم. القاعده کی است؟ چرا هنوز یک تهدید برای جهان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سخیزاده سیب، سلام به شما، به مهمانان گرامی و بیننده های معزز و گرامی. فکر کنم که جهان در فکر ازی است که هنوز هم در افغانستان القاعده و شبکه های دیگر تروریستی وجود دارد و تصورشان هم به می هست. ببینین که راهبرد جدید یا استراتژی جدید برتانیا به خاطر تروریسم هم در ماه جولای 2021 به چاپ میرسه و به نشر میرسه. ببینید که موضوعات یا تمرکزش روی سه نکته هست. ما یه دیدم فکر کنم 72 صفحه بود، 76 صفحه است، خواهم 72 صفحه مکمل محتوای از او بود را خواندم. نکات بسیار مهم و نکات اساسی را تذکر داده. یک نکته اساسی و مهم در این است که هدفش این است که توریسم کی است، شناسایی توریسم مربوط کدام کشورها هست، در کدام کشورها زندگی میکند، کی حمایتش میکنه. یک از نکات اساسی. دومش ریسپانس یا مو عکس العمل ها هست که عکس العمل دولت برتانیا در مقابل ازی چی خواهد بود. سومش همچون امپلیمنتیشن است که موضوع تطبیق از او است. روی از این می سه نکته اساسا اینا تمرکز بیشتر داشته و هدفشان می است که القاعده هنوز هم در افغانستان بود باش میکنه و بستر راحت برش افغانستان است و در افغانستان است و از این لحاظ اینا تصورشان به ای است که بخصوص برای برتانیا یک چالش و یک نوع نگرانی هست. در حالی که کانتست یا اینمی استراتژی را که وضع کرده، معمولا استراتژی در سال 2018 هم وضع شده بود ولی آپدیتش در سال 2023 هست. من فکر میکنم در سال 2023 با مواردی که اینا تذکر داده هست فعلا هنوز در افغانستان فکر نکنم به او گونه که اینا تصور داره و از القاعده ترس و حراس داره فکر نمیکنم که موارد. ولی میتونیم بگویم که القاعده هنوز هم یک تهدید جهانی است یا نه؟ از دید از اونها شاید بله، ولی از دید شما چطور؟ شما که استاد دانشگاه سن مطالعه دارین در این مورد؟ من فکر نمی کنم که آل افغانستان به خصوص از خاک افغانستان بر علیه کدام کشور تا فعلا در مدت دو سال که امارات اسلامی بر امریکای قدرت نشسته، فکر نمی کنم که تا فعلا افغانستان برای کدام کشوری تهدید شده باشه، به خصوص کشورهای منطقه‌ای و کشورهای اروپایی. چرا؟ در ابتدای تفاهم‌نامه هم دولت امارات اسلامی امیر تذکر داده بود که خاک افغانستان بر علیه هیچ کس استفاده نخواهد و از خاک افغانستان هرگز بر تاخت و تاز برای کشورهای دیگر استفاده نمیشه و همچنان امارات اسلامی اصلا با گروه‌های دیگری قطع روابط میکنه و ارتباطات نمی داشته باشه. من فکر میکنم که بسیار یک چیز واضح و صریح هست، فکر نمیکنم که گروه‌های دیگری وجود داشته باشه، ولی اگر وجود هم داشته باشه فکر نمیکنم که به شکل ریشه‌اش قوی و اینا باشد که برای کشورهای دیگر مورد تهدید و اینا قرار بگیره. تشکر جناب سانگزه سیب. صافی سیب، شما هم خوش آمدید. میگم دو دیدگاه وجود داره در مورد القاعده در افغانستان. بایدن گفت که القاعده در افغانستان نیست، ولی بریتانیا میگه که القاعده در افغانستان است و هنوز اولویت القاعده ای است که از آرامش و امنیت افغانستان استفاده بکنه و برنامه ریزی بکنه برای حمله به جهان. سلام و احترامات سفیزاده صاحب بر شما، مهمانان عزیز و محترم در بحث و تمام ملت قهرمان افغان. بله، دو دیدگاه وجود داره که یکی چیزی که امریکا گفت و چیزی که امریکا گفت و زمان جو بایدن که در یک حالت عادی نبود و خود فعلا زیادتر در امریکا هم کسا سر از سخن میزنه که حالت فکری جو بایدن آیا 100% به جای است و هم گپایی که میزنه ما ببینیم زیادتر وقت گپای خود مثلا عراق و
اوکراین فهم کدر نمیتونه در گفایشی چی میشه و این از امروز نیست، از بسیار سابق هم هست، حتی در جوانی خود جو بایدن هم این تکلیف داشت. تانوز کس دیگر مقامات دیگر بار از جو بایدن هم این سخنایش واضح نکرده که هدف اصلی از این چی بود. مگم یک چیزی که ما دیده میشیم در سیاست امریکا یک چیز تغییرات نیاید و یک رقم معلوم میشه که رسون تحول روان هستن و این یک مایده مهم چی اگریمنت دوها هم امید بود که مقابل القاعده و دیگر گروه ها کار گرفته میشه از افغانستان و خاک افغانستان به هیچ کس اجازه داده نمیشه. راپوری که من خواندم، راپور برتانیا را، قسمی که استاد محترم هم گفتن 72 صفحه است، بسیار چیزا در این نشته است. واضح است القاعده یا اول شبکه های تروریستی به جهان به هر مملکت ها یک زنگ خطر است. مگم چیز مهمی بود که بعد این ورقا که خواندم، تروریسم داخلی بریتانیا زیادتر سرش تمرکز شده در نسبت به تروریسم بین المللی که سابق قمت چیز گفته می شد، مثل که امریکا در افغانستان هم که آمد به نام زیر بیرق War on Terrorism، یعنی جنگ مقابل دهشتگری و تروریسم. حتی در مو وقت مردم سرازی نامه تا چی میگد که براک اوباما باز تقریبا تغییر داد نامه، تروریسم گفت یک جرم مره است، مثلا دزدی. نمیتونین که شما بگوین جنگ علیه دزدی، مقابل دزدان میتونین در جایی که جنگ کنین مبارزه کنین یا کوشش کنین که کمتر شوه. مگم این رقم شده نمیتونه که War Against Terror. همه تر امریکا این اشتباه را در سالهای 80 هم کرده بود که War on Drugs، وقتی رونالد ریگن همه تر یک کمپین اعلام کرده بود که بندیخانه های امریکا پر است از زیادتر کسایی که بیگناه بودن، زیادتر کسایی که صرف بر درگ مثلا مثل با شما که زیر پل سفته دیدیم ادکت بودن، اونا بندی هستن. چی هستن دیگه در این چی فکر میکنم بسیار بس به اینا کار دارن. تروریسم داخلی را زیادتر، حتی تروریسم از طرف سفید پوست های انگلستان که در امریکا هم اونا یک مشکل کلان هستن و اینطور یک اشاره هم تا شده که ممالک مثل ایران و روسیه از تروریسم داخلی انگلستان استفاده میکنه برای دولت انگلستان. دیگه بسیار سر از این چیز در مگه فکر کردم در این ورقا هم من دیدم سر افغانستان بس کمتر شده بود و این یک گپ خوب است. ولی فرق همین دو اظهارات که در مورد القاعده شد چی است؟ بایدن میگه القاعده وجود نداره در افغانستان و میگه حق با ماست، ولی بریتانیا میگه نه، هنوز هم القاعده یک تهدید جهانی است و حتی گفته که القاعده از خروج نیروهای خارجی از افغانستان بهره میبره. بله، تفاوت این دو اظهارات چی است؟ گپ جو بایدن صرف یک جمله یا دو جمله گپ است، سر از اون ما قضیاتر حساب کرده نمیداریم که عمق استراتیجی امریکا را اظهار کنه مقابل مبارزه علیه تروریسم. مگم این ورقه ها را که ما میبینیم 72 صفحه است و یک چیز است که هر سال چی میشه از طرف وزارت داخله انگلستان که خود وزیر داخله سر از این امضا کرده سوالا بیورمن سر دیج ای یک چیز مطلق تشریعات است و دی هم ما که ببینیم امی تمرکز سر القاعده و افغانستان و خاک افغانستان بسیار کمتر شده نسبت به اون مثلا تروریسم در خود داخلی، تروریسم داخلی در خود انگلستان زیادتر سرشکی شده. اگر ما این رقم ورقا را از امریکا هم از دولت امریکا ببینیم، حتما سر از تروریسم بین المللی، القاعده، داعش خراسان در از این کلش ذکر شده باشه. شاید گپای جو بایدن صرف یک دو جمله است، او را ما 100% سرش باور کرده نمیتونیم. تشکر آقای صوفی، سپاسگزار. وقفه کوتاه.
باید ما باز هم خوش آمدید. وحدت صاحب شما را هم خوش آمدید میگم. داعش کی است؟ میخوایم دیدگاه شما را داشته باشم. آیا یک گروه تروریستی بین المللی است که نابود شده وجود نداره یا هم وجود داره و فعالیت میکنه؟ من هم بنابرای خود عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانای نهایت عزیز و هموطنانی که میشنوند صدای ما را. بله. اجازه بدیم که من متفاوت تر از تعریف ها و برداشت هایی که از پدیده بنام توریسم وجود داره خدمت شما عرض بکنم که معمولا در محاسبات و مناسبات جهانی هنوز روی تعریف توریسم و برداشت هایی که از توریسم میشه اختلافات شدیدی وجود داره. بله. ولی اصولا و در پرنسیب و به شکل علمی تروریسم به لحاظ ماهیوی یا ماهیتش نوعی از ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی است که معمولا در محیط‌های بحران شکل می‌گیرند. به طور مثال اولین جرقه‌ها یا اولین نشانه‌های تروریسم شما در جنگ بین هند و پاکستان یا ماجرای کشمیر شاهد بودین، بعد از او در جریان اشغال افغانستان توسط روسیه قسمان اینها در افغانستان به کار گرفته شدند، بعد از او در ماجراهای اخیر در عراق و سوریه و جاهای دیگر در هر کشوری که حاکمیت دولتی و یا قدرت ملی زیر سوال بره و یا از توان بیفته محیط مناسب و آماده برای رشد تروریسم است. همه انواع تروریسم، یعنی تروریسم یک نوع ماجراجویی سیاسی و نظامی گروهی از آدمهایی هست که از محیط مسائلی که بحرانها به وجود میاره استفاده میکنن وارد معادلات سیاست و قدرت میشن. این دیگه تعریف بلا انقطاعی تروریسم است و کسی غیر از این نمیتونه ثابت بکنه. درست است. پس القاعده چی است با توجه به تعریف شما؟ آیا یک گروه تروریستی است؟ القاعده هم طبیعتا اساسا از نظر تیوری یک نوع به اصطلاح مدعی بودن که یک نوع ناسیونالیسم عربستان سعودی است. در اولین هسته القاعده که به عربستان سعودی گذاشته میشه توسط بن لادن و دیگرها یک نوع به اصطلاح واکنش است به سلطه‌گری آمریکا و غرب در کشورهای عربی و به طور خاص عربستان سعودی. اما بعدها وقتی وارد ماجراهای دیگه میشن مثل قضیه افغانستانی تعریف ناسیونالیسم از جدا میشه از القاعده، از هویت القاعده. القاعده تبدیل میشه به یک جریان بین المللی و معمولا تروریست ها چند چیز ندارن. به بسیار صراحت بهتون میگم تروریست ها ملیت ندارن. شما عملا هم میبینین که اینا حاضر هستن وقتی یک انسان جان خود را ریسک میکنه و میره در یک کشور و در یک جغرافی های دیگه میجنگه، شما باید بدانین که از جان مهمتر چیزی نیست. اینها تاریخ ندارن، هویت ملی ندارن، اینها به کدام دیانت متعلق نیستن، به کدام دین و به کدام مذهبی. اینها فقط و فقط جنگجویان حرفه‌ای ماجراجویی هستند که در هر جایی که شرایط بروز و حضورشان مناسب و مساعد باشه از او استفاده میکنن که القاعده یکی از این گروه های تروریستی هست. درست. پس میخوایم ایران بدانم که آیا فعلا وجود داره یا از بین رفته؟ ببینین در یک کشور بحران زده مثل افغانستان که هنوز کانون صدادها و تصادمات استراتژیک قدرت های منطقه جهان و فرامنطقه هست و یک کشوری که هنوز توسط یک اداره یک دولت مسئول اداره نمیشه، اول خود ظاهرا باید بپذیریم که نه تنها القاعده که چندین گروه تروریستی دیگه باید در افغانستان باشه، اما یکی میزان فعالیتشان نوع به اصطلاح عملکردشان در مقطع کنونی آیا عملا یک خطر بالفعل برای کشورها به وجود میاره؟ یکی بحث باشد است، یکی بحث پست است. کدامش را گفتم میتونه؟ بله. خب و با توجه به کدام اسناد؟ بله، از نظر عملی بقایای القاعده طبعا در افغانستان هست. غیر از اینکه او بقایا را اگر منظورتان صرفا از ریشه عربی القاعده باشه که یعنی عرب ها هستن یا نیستن، القاعده متحدینی در پاکستان و افغانستان از ده ها سال به این طرف دارد. یعنی گروه هایی در افغانستان و پاکستان هنوز وجود دارند که عملا از القاعده پیروی میکنن یا عملا توسط القاعده مدیریت میشن. مفهومی که نیست که اگر عرب ها مستقیم خودشان نیستن یک مثلا عضو القاعده ای که افغان است چه فرقی داره با یک عضو القاعده ای که مثلا عرب نژاد هست؟ ولی به هر حال حضور دارن، اما اگر قرار باشه تهدید باشن به قدم اول فعلا تهدیدی برای روسیه و چین و کشورهای آسیای میانه محسوب میشن و ایران تا اینکه
تهدیدی برای آمریکا و انگلیس، ولی آمریکا و انگلیس متاسفانه معمولا بازی‌های دوگانه‌ای دارن. از یک طرف ولی بعدا صاحب میایم روی یک مورد صحبت میکنیم و میگیم که هست، پس نشانه‌های از او باید وجود داشته باشه. خب نشانه ها را شما به چه شکل میخواین ببینین؟ اولین نشانه خب رهبر القاعده یا به اصطلاح فرد شماره دوم در کابل مورد به هدف قرار میگیره. ایمن زواهری از این دیگه نشانه بله، آمریکا هم نتونه ثابت بکنه که بله خب بعدت بوده نمیتونه سوریم. ما که از امون محیط هستیم، از ولایت مختلف افغانستان میایم، با فامیل ها در رابطه هستیم، به ارتباط هستیم، یقینا که امیال تروریستانی خارجی فراوانی در گوشه و کنار افغانستان موجودیت دارند. شاید 20 چند گروه تروریستی باشه. طبیعی است که در میان اینها القاعده که بیشترین رابطه و ریشه را در افغانستان داره آقای وحدت من باید باشه. بله، ولی آمریکا یک خانه دیگری را هم هدف قرار داد و گفت که اینجا داعش است، ولی بعد مشخص شد که اینجا داعش نبود. ببینید در یک خانه در یک آدرس مطرح نیست، هم امارات اسلامی خودش صد بار از حضور داعش و عملیات علیه داعش در افغانستان گزارش داده. سپاسگزار آقای وحدت، تشکر. جناب سالنگزسه، بیایم روی القاعده و داعش هم صحبت بکنیم. آیا پیوند دارن این دو گروه؟ چون ما در اواخر پس از اینکه نیروهای خارج افغانستان را ترک کردن شاهد حملات بودیم از سوی ایالات متحده آمریکا. حتی حریم هوایی افغانستان هم نقض شد و ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که خانه را مورد هدف قرار داده که در اوج داعش بوده. بعد مشخص شد که اطلاعاتشان اشتباه بوده. ما میخوایم بدانیم که آیا این دو گروه با هم پیوند دارن، داعش و القاعده؟ بله، پیش از اینکه بیایم به پاسخ سوال شما، دوست عزیز ما صافی صاحب گفت که رئیس جمهور بایدن گپش مطرح نمیشه. من فکر میکنم که رئیس جمهور یک کشور است، به سطح یک کشور وقتی که صحبت میکنه و مطلقا رد میکنه القاعده در افغانستان و به صراحت میگه که ما توسط امارات اسلامی یا طالبان ما القاعده را از بین بردیم یا اینا را فشار دادیم که از بین برده شود، من فکر میکنم بین این گپ و بین گپ برتانیا فکر کنم یک نوع تناقضی وجود دارد. درستر همی هست که ما چیزی که در افغانستان است و چیزی را که شاهد هستیم، حتی چند قبل ما شما دیدیم که در توربین های بیرونی و خارجی اینا اعلان شد که آمریکا که وقت از افغانستان بیرون شد گفت که 22 الی 26 گروه های دیگری وجود داره شاید که خطرناکتر و برای جهان و برای کشورهای منطقه‌ای باشد، ولی بعدا دیدیم که چنین چیز وجود نداره. اما بار بار این قضایا رو می‌بینیم که از طریق سخنگوی امارات اسلامی به خصوص القاعده را و خصوص داعش و گروه های دیگر را کاملا رد میکنه و به صراحت میپذیرند که در افغانستان امن و امان است و این گروه ها جایی نداره. از دید ما، از فکر ما میگم زمان میتونه یک گروه. البته یک چیز دیگه هم به صحبت های وحدت صاحب اضافه بکنم، وحدت صاحب تذکر داد که توریسم یک تعریف خاص داشت. من فکر میکنم توریسم از دیدگاه غرب عموم مسلمانای زیاده رو یا کمی که افراطی می باشه اونا رو فکر کنم اونا تصورشان اینه می هسته، ولی از دیدگاه متفاوتی داره. بعض عرب ها اونا رو ارهابی میگه و حتی در جنگ کشمیر که تذکر داد هندوها میهن هم مسلمان های پاکستان رو تروریست خطاب کردن، یا در افغانستان ببینین که بر علیه امریکا، بر علیه انگلیس و برطانیا و اینا جنگ وقت آغاز شد تمام اینا رو تروریست خطاب میکرد. در مجموع هدفی است که جنگ با اسلام است، جنگ با مسلمان است، جنگ با گروه خاص، با یک گروه مشخص نیست. چطور میتونه این گروه ها را در افغانستان تضعیف بکنه؟ چطور میتونه نظام را تضعیف بکنه؟ هدف اساسی در کل همین می است که تمرکز بیشتر برطانیا و به خصوص امریکا روی این نکته هست تا از خاک افغانستان بر علیه او، بر علیه همکاران امریکا و بر علیه اتحادیه اروپا استفاده نشه. درست، ولی من زمانی که از آقای وحدت خواستم که حداقل صحبت هایش را با دلایل مطرح بکنه، اونا گفتن که فرد شماره دوم آقای امین زواهری در قلب کابل کشته شد. شما بالکل امیر خو امریکا خودش ادام کرد بس. ولی با وجود از اون امارات اسلامی طالب ها امیر به صراحت گفت بیا ایره ثابت بکنن، در حال که بس. خاک افغانستان در دستشان است، امیال فضای افغانستان در دست نتونست تا فعلا این مدت یک سال یا کم و بیش از این تر میشه، ولی ایره تثبیت نتونست که امو شخصی که در امو خانه کشته شده امین زواهری بود یا کسی دیگری بود. ولی به صراحت
طالبا بار باری از پیشان خواست که شما بین در این مورد تحقیق بکنین، بررسی را انجام بدین. اگر ایمان زواهری بود ما ممرایتان میپذیریم و خلاص ایمان زواهری، ولی تا فعلا هم تثبیت نشد، ولی فضای افغانستان، خاک افغانستان روز هم در دست از اونا است، ولی فکر میکنم که چنین چیزی وجود نداره، ولی فکر میکنم یک نوع بهانه‌گیری وجود داره که میخواد امریکا و برطانیه چگونه نظام فعلی را تضعیف بکنه و بر علیه مردم افغانستان باز هم کدام دسیسه و توطئه را برا بندازه. و پیوندی که من خواستم بدانم که در بین القاعده و داعش وجود داره؟ من فکر میکنم گروه های اسلامی معمولا شاید در مجموع تصور و دیدگاه هایشان یکی باشه، ولی فکر کنم راه هایشان شاید مختلف باشد. فکر هدف می است که امو قرآن است و امو سنت است و امو مسلمان است، امو پنج وقت نماز است، ولی دیدگاه ها شاید متفاوت تری وجود داشته باشه. یکی تصورشی باشد که من بیشتر مسلمان هستم نسبت به خودت، یا از او بیشتر نسبت در بعض چیزها پابندی بیشتر داشته باشم. فکر کنم دیدگاه هایشان در این مورد راههایشان جدا جدا باشه، ولی هدفشان فکر کنم هدف واحد است که شاید بسیار با هم تفاوت اینا نداشته باشه. تشکر سامی جسر. صافی صاحب، بیایم روی این موارد صحبت بکنیم که جهان از جان افغانستان چی میخواد با این همه گزارش ها و با این همه تناقضایی که وجود داره. بایدن یک چیز میگه، بریتانیا چیز دیگر میگه، پاکستان مورد را مطرح میکنه، بحث تی تی پی را پیش میگه، شاید ایران و تاجیکستان امسالو چی میخواد از جان افغانستان؟ بله، پیش از اینکه آقای به این جواب بیایم، آقای استانگزه یک گپ خوب اشاره کردن که گپای رئیس جمهور بایدن از راپور بریتانیا کرده با اعتبارتر است. بله، من که تزی موافق استم که رئیس جمهور امریکا که رهبر دنیای آزاد خود میگه گپای ازی بسیار مهمتر است. مگم به چیزی که من اشاره کردم، در حالت عادی بایدن گپ نزده که بیایه بیشوری کمره همین چیره اتو بود که در وقت یک چیز دیگه بیانیه میداد، باز روان شد، باز پس آمد، یک گپ زد که یعنی ما از گپش استقبال میکنیم اگر می واقعیت باشه که یعنی چیز معلومات که برای شما میگین که در حالت عادی منظورتون چی است؟ غیر عادی بود آقای بایدن که صحبت ها را کرده و یه حرفا دروغ است؟ هم غیر عادی برای ما معلوم میشد. یکان را همه تو گپ ها میزنه بایدن، اگه آدم بایدن زیادتر متوجه باشه، سالای زیادتر یکان دفعه گپ از پیشش خطا میره، عراق ایران مکس میکنه زیادتر وقت و حتی حال که میبینیم جنگ اوکراین و جنگ عراق از پیشش بسیار فرقش نمیشه. ده تو این چیز داره و مهمی است که بار از بایدن کدام کس دیگر نامده، کدام سخنگوی دیگر که همین گپ از زیادتر سرش تشریح بده که آقای بایدن مانای گپشی نی چیز بود، تانوز نشده و خدا کنه که شوه، کدام راپورتر خدا کنه باز از کدام کس پرسان کنه که ما برای ما معلومات زیادتر برسه. مگم آمدیم که جهان از افغانستان چی میخواید؟ جهان باید ما در دو بخش تقسیم کنیم، بله. حتی در چند بخش میتونیم، مگم در دو بخش. یکی بخش غربی است که ناتوز که امریکا در رأسش است و بخش دیگه است که چیش گروپ شانگهای است که چین است و روسیه است و دیگه همسایه های ما هستند که همسایه ما یک تاریخچه بسیار مغرض در افغانستان دارند و هم این قدرت های کلانه که ما نام گرفتیم بدون از چین که تا هنوز در افغانستان تکنم ایچی مهم نداشته، اثر مهم نداشته باشه و اینا چی میخواین؟ بیاین یک چیز ما متوجه شدیم ببینیم. امروز روز دنیای منافع شخصی است، منافع تجارتی است، سرمایه گذاری از خاطر منافع خود است. آیا امریکا و غرب در افغانستان کدام تجارت امکانات بر ازیا است؟ در افغانستان اگر سرک جور میشه، ریل جور میشه، میدان هوایی جور میشه، پایپ های گاز تیر میشه، بندهای برق جور میشه، وزی برای امریکا و ناتو چی فایده میرسه؟ آیا امریکا و ناتو خواستار از چیزا هستند؟ نه خیر، واضح است که نیستند. اونا میخواین صرف از خاک افغانستان به حیث یک نقطه استراتژی استفاده کنه. این یک توهین است برای تمام افغانا، ملت ما، تاریخ 5000 ساله ما. اینا صرف مملکت ما صرف یک نقطه استراتژی میبینه و صرف نام تروریسم یکان وقت میگیره و میخواین که یک جای باشه مقابل
شوروی یا ایران یا چین از استفاده شود. نظر چی گروه های ممالک شرقی چی است؟ چین فعلا یک اقتصاد است که در حالت پیشرفت است و پیشرفت اقتصاد چین براها ضرورت دارد، قسمی که ما میبینیم بیلت اند رود انیشیتیو که در پاکستان در دیگر ممالک سرمایه گذاری کرده و این رقم سرمایه گذاری به افغانستان هم کار دارد. کوریدورها ضرورت است، نفت گاز آسیای میانه باید به آسیای جنوبی بره، مثل سابق که افغانستان هم رقم مرکز منطقه بوده و قلب آسیا همیشه هست و شاید بود که کوریدور رای بروشم و دیگه چیزا باشه. ممالک شرقی برای از چیز ضرورت داره که افغانستان نقطه ثبات باشه و برای از چی باشه. مگم در اینجا بازم خواستای شخصی است و هر مملکت خواست منافع خود داره. ما باید منافع ملی خود صحیح تعریف کنیم و در چوکات منافع ملی خود بر ممالک دیگه باید به یک تعامل برسیم که منافع هر دو دو مشترکاً تعریف شده باشه. سپاسگزار صافی صاحب. تشکر. میان برنامه. ادامه برنامه باسم خوش آمدید. وحدت صاحب، چی باید کرد؟ ما زمانی که میبینیم گزارش های متعددی نشر میشه در مورد داعش، القاعده، تی تی پی در افغانستان، مطمئنن که به نفع نیست. چی باید کرد؟ چه نوع سیاست یا چه نوع استراتژی را حداقل روی دست گرفت تا دیگر ما شاهد این اتهاما برای افغانستان نباشیم و شاهد از این گزارش ها نباشیم؟ اولا خب متاسفانه افغانستان هنوز محل تلاقی و تصادم قدرت‌های جهانی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هست، یک واقعیت تلخ، ولی به هر حال موقعیت اساس جغرافیایی ما و 45 سال بودن در بحران و التهابات ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیکی که در منطقه هنوز وجود داره، اینا همگی باعث شده و باعث میشه که متاسفانه ما هنوز در بحران باقی بمانیم. ما هنوز از بحران خارج نشدیم. ببینید، با خود که وقت صحبت میکنیم به حیث افغان بسیار صادقانه باید صحبت بکنیم. شاید کسانی که در امارت اسلامی و یا کسانی که حامیان امارت اسلامی هستن فعلا ترجیحشون همی باشه که یک حکومت قوی بسیار حاکم در سراسر قمره و افغانستان آمده و به هر حال مشترکاتی هم از نظر فکری و روحی و روانی با اونا داشته باشن، اما این همه مسئله را حل نمیکنه. افغانستان هنوز از یک بحران عظیم داخلی رنج میبره. اگر شما برای یک مدت توسط اسلحه او را آرام ساخته باشین یا او را حداقل کنترل کرده باشین، به معنای از این نیست که بحران کنترل شده. افغانستان دچار یک انرژی گسترده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فکری، فرهنگی و روانی هست. عملا در افغانستان ملت به او مفهومی که تا 50 سال قبل دارای احساسات مشترک بود، دارای منافع مشترک بود، دارای یک نوع به اصطلاح ارزش‌های مشترک بود، نیست. جنگ باعث فروپاشی کامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در جامعه شده. حالا اگر بخواین از این حالت برای این اولین کاری که باید بکنیم، بیایم در مناسبات داخلی صادقانه و سالم و به حکم منطق تصمیم بگیریم، به جای از اینکه یکدیگر را نفع بکنیم و کنار بذاریم و کنار بگذاریم. حداقل ما دو سال هست موفق نمیشیم. بارها ما صدا کردم به رئیس مدافعین منافع ملی افغانستان، برادر از می گپ زدن چه آر داری؟ آیا نمیتونی با یک هموطنت پشت یک میز بشینیم گپ بزنی استطور که ما یک راهی را در داخل بین خود ما افغان ها پیدا کنیم، کشور خود را از ملعبه شدن، از ابزار شدن، از وسیله شدن و توسط دیگران نجات بدیم. همه ما بیایم در کابل بشینیم، یک مجلس بزرگ را برگزار بکنیم، یک نظم و نظام قابل قبول برای مردم افغانستان و جهان را به وجود بیاریم که بتوانیم با جهان در یک تعامل مثبت و سازنده بر مبنای منافع ملی قرار بگیریم. چون ما افغان ها این اراده را نداریم. هنوز که هنوز است یکی ما دیگه خود قبول نمی کنیم. امارت اسلامی به جز خودش همه سایر افکار، گروه های اجتماعی، فعالین سیاسی و مدنی به نزد امارت اسلامی نابکار و قابل از ایست که
ترشش کنه در آشغالداری بده. این طرف روشن فکر ششته هرچی دل تنگش میخواه میگه بدون از اینکه منافع و مسائل و مشکلات افغانستان در زد. بنان تا وقتی که ما مسائل داخلی را حل نکردیم، مسائل خارجی و انتخابی حل نمیشه، جهان هنوز که هنوز هست به نحوی میخواه از ما به عیز ابزار استفاده بکنن. لطفا یک بار به اصل خود بر بگردید. من گاهی میگم این جمله شاید زیبا نباشه، باور کنین اگر ما به 50 سال گذشته بر بگردیم، گذشته نیست، آینده است. درست. ولی وعدت سید، زمانی که بس داخلی را ما مطرح میکنیم، موضوعات بسیاری است. اگر مشخصا بگوین 3-4 مورد را که چه باید بکنن؟ آره، تشکیل یک دولتی با قاعده وسیع ملی، او دولت هموشمول و او ادعاهایی که کشورهای گوناگون است بگذاریم کنار. ما آیا نمیتونیم از طریق یک لوی جرگه ملی و مدنی، چیزی که هم در تاریخ ماست، هم در فرهنگ ماست، هم مردم ما از باسواد و بیسواد و را قبول دارن، به دور همین جمع بشیم یک قانون اساسی جدید بسازیم، بعد از قانون اساسی یک دولت نماینده و ملی بسازیم که توان کشوری که مملو از ثروت است به صورت بالقوه. ما باید به فکر ازی باشیم که چگونه میتونیم هر چه زودتر فقر از این سرزمین ریشه‌کن بکنیم، وحدت ملی را تامین بکنیم، کشور مقتدر بسازیم، باز مخصوصا در این منطقه از جهان که ما در یک بهترین موقعیت جغرافیایی قرار داریم. ما میتونیم تمام منابع دیگه که در کشورها هست، ترانزیت از اینا، مثلا یک جاده و یک کمربند، مثلا آسیای میانه، میانه پشت مرزهای ما به دلیل بحران در افغانستان به میلیاردها ثروت باقی مانده که اینا میخواین دار ستون داشته باشن با جنوب آسیا، با غرب آسیا، با جاهای دیگه. ما خود باعث بدبختی و وضعیت خود میکنیم. باید هر چیز زودتر به این و مناسبات غیر افغانی و غیر انسانی و غیر اخلاقی و غیر اسلامی پایان بدیم و به دور هم باعث یک ملت جمع شویم. تشکر آقای وحدت، سپاسگزار. سانزه سیب، حداقل با منطقه و جهان باید کنار آمد، اونا را باید قناعت داد. هرچند گزارش ها بارها سوی حکومت رد میشه و اینچنین گزارش ها و ادعاها از سوی سخنگویان حکومت بی بنیاد خوانده میشه. ما میخوایم بدانیم که حداقل راه حل چی است که یک تعامل به وجود بیاد و جهان به حرف امارت اسلامی اعتبار بکنه و اعتماد. من فکر میکنم بهترین راه و راه حلی است که بین به مو وصول، به مو ضوابط، به مو قوانینی که جهانیان از امارت اسلامی تقاضا میکند و خلاف شریعت اسلام نیست، خلاف فرهنگ و عنعنه ما نیست، با او لبیک بگیم. من میتونم چند نمونه بسیار کوتاه را بگیم. مثلا قضیه باز شدن مکاتب دخترها، یا رفتن دخترها به پنتون ها، یا زمینه مساعد کردن کار، یا ایجاد حکومت همه شمول، یا هم بگیم تقرر و استخدام اشخاص مسلکی در بستای مسلکی و فنی. یعنی این چیزی است که خواستار افغان ها هست، خواستار جهانیان هم اگر باشه چی باکی داره؟ ما دیدگاه شریعتی رو میبینیم. در شریعت اسلام رفتن دختر به مکتب، در حجاب منظم رفتن چی باکی داره؟ هیچ مشکلی نداره. این که اگر ما این چیزای خارجی ها یا صحبت های کشورهای جهانی را در نظر نگیریم، تعامل به وجود نمیاد. از همه که اولتر مهمتر این است که امارت اسلامی باید با همسایه ها کشورهای منطقه ای باید روابط خوب داشته باشد، تعامل نیک و حسن داشته باشد. شما ببینین بیشتر از 2 سال یا نزدیک باشه، نزدیک به 2 سال میشه که تا فعلا هم امارات اسلامی را هیچ کشور به رسمیت نشناخته. علت اساسیش هم می است. بله، وقتی که روی یک میز میشینیم، هدف می است من حیث یک افغان، من حیث یک مسلمان، حقایق آن چیزی که در واضح هست باید تو را بیان بکنیم. ما نکات مثبت را هم بیان میکنیم، منفیش هم برش میگیم، مثل که گفتیم. ما نکات مثبتش هم میگیم که شما ببینید امارات اسلامی در مدت کمتر از 2 سال، ما خودم به ولایات، به قریه و قصبات سفر کردیم، شب روز مشکلی وجود نداره در افغانستان. هیچ از این کارش تقدیر میکنیم. گراف جرایم ببینید شما که سابق در کابل چه رقم جرایم بود، در ولایت ها بکنه گراف جرایم ببینید به چه حد رسیده. این نکات مثبتش است. یا ببینیم تو که اگر دیگه هم پیشتر بریم، ببینید که قضیه تریاک و مواد مخدر، شما ببینید که با وجودی که همین برطانیه در افغانستان وقتی که در با امریکا یک جای داخل خاک افغانستان شد، تیم پی آر تی یک بخشی بوده که مربوط این برطانیویا بود و بخصوص مقرشان در هلمند، در قندار و در فرا بود. اینا تمرکز کاریشان روی مواد مخدر، حذف مواد مخدر است. ولی شما ببینین سخیزاده صاحب در طول 20 سال مواد مخدر افزود شد ولی کم نشد. من نمیگم نکات مثبت یک کسر خوب یاد میکنم من فیشو، ولی شما ببینین با صادر کردن یک فرمان امیرالمومنین
هیبت الله اخونزاده که رئیس امیرالمومنین طالبان هست، صراحتاً ببینید که نه کشت کوکنار وجود داره نه چرس و تریاک. شما ببینید حتی قیمت چرس و تریاک مواد مخدر در جهان بالا رفت. علتش چیست؟ تولید قطع شد. وقتی که تولید قطع شد معمول است که او بالا میره. ولی شما ببینید این نکات مثبتی است که باید روی ازی تمرکز بکنه. بله نکات منفی را هم به صراحت میگم، شما باید با کشورهای منطقه‌ای، با کشورهای اروپایی باید روابط حسنه داشته باشید. از همه کده مهمتر برای امارت اسلامی است که باید چوکی که در سازمان ملل از افغانستان است و از مردم افغانستان است باید تو را به دست بیارد. ولی به این قضایی که دختر به مکاتب اجازه نده پنتون ها را بسته بکنه برای دخترها، زمینه کار بر کس نباشه، جوانان نتانه که وضعیت اقتصادی و مالی خود بهبود بخشه، واضح است که نکات درست نیست که برای اشاره میکنیم که باید روی ازی تمرکز بیشتر شود. در معمول باید امارت اسلامی تعامل و روابط دیپلماتیک حسنه داشته باشه. اگر نداشته باشه سخیزاده سای فکر نکنم این خود دو سال شاید کمتر از دو سال است، سه سال چهار سال بیشتر هم تیر شود امارت اسلامی شاید به رسمیت شناخته نشه. سپاسگزار. بخیر باشی. سانگزه وقفه. با ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. صافی صاحب اجازه بدید بحث را جنبندی بکنیم. رای حل چی است؟ زمانی که گزارش ها نشر میشه و افغانستان را لانه امن بر هر افغانان عنوان میکنه، مطمئنن که به نفع نیست. چی باید کرد که حداقل از این گزارش ها نجات یافت؟ ما شخصا کتزی الفاظ که ممالک یا خارجی ها که با استفاده میکنه که لانه هم بر تروریسم هاست غلط است. افغانستان خانه مشترک ما افغان هاست. افغانستان رول مادر ما با داره و مادر ما در 45 سال بسیار زخمی بوده، بسیار به حالت خراب بوده، زخمش زخم بازی بود که خون میریزی دست پیشش. و امی خارجی ها چی اشغال شوروی بود، چی اشغال امریکا بود و نوکرای داخلی از دو اشغال که بودن فقط سر از این زخما نمک می پاشیدن، تیزاب می پاشیدن و دیگه هم چاقوهای خود در این زخما درون می کرد و از خاطر فایده های شخصی خود که ما دیدیم، مثال از او را دیدیم در 20 سال اخیر ما دیدیم. حال فعلا شکر فضل خداست که جنگ وقفه رسیده. روز 20 بم از تیارای ناتو سر افغانستان افتاده میشد. روز 20 بم و ایرا که ضرب 360 روز در سال کنیم و 20 سال کنیم ببینیم که چقدر بم افتاده و در این کرا و کسابات و اطراف ما در خون میخوردن مردم و شکر بازم فضل خدا که او حالت به چی رسیده. آیا ما کدام دولت فوق‌العاده روی زمین داریم؟ نه خیر، نه. بسیار کمبودیا هست و کل ما از صبر و حوصله کار بگیریم و امی تعاول که آمده در این دو سال اینمی حقیقت است که چی کنیم؟ میتونیم که فراموش کنیم بگویم که قبول نداریم چی چی است؟ نه خیر، این راه حل شدن هم میتونه. اینمی حقیقت است، باید امرای امی حقیقت ما کار کنیم، مشوره های صحیح برش بدیم، گپ های صحیح برش بدیم و اینا باید آغوش خود باز کنند، گپ ها را گوش بگیرند، رای غلط روان است. بله صافی صاحب، ولی امارات اسلامی چگونه ثابت بسازه که القاعده، داعش و امثال هم در افغانستان نیست؟ این ضرورت نیست که ثابت بسازه، فقط افغانستان که خانه امن بر تمام افغان ها باشد، تمام اقوام باشد، تمام مذاهب باشه، اونمو کفایت میکنه. آیا امریکا باید بیایه به ثابت کنه که خانه امن با کدام گروه تروریستی نیسته؟ نه، چی نیسته که هر مملکت باید بیایه ثابت کنه، فقط که مردمت خوش باشه، ایچی باشه دیگه کل چالش ها و بازی های بین المللیسته. تروریزم تروریست سمارق نیسته که در افغانستان خود به خود ایچی شوه سبس کنه، از یک رای دیگه میایه. همین عملات آخر که در افغانستان شده از کجا؟ یا از تاجیکستان آمده، یا از پاکستان آمده، یا از کدام رای دیگه آمده به افغانستان. افغان ها در طول تاریخ هیچ وقت کار عمل تروریستی نکردن
نشان بده بر ما کسی یک مثال نشان بده که در نقطه دنیا یک عمل تروریستی شده باشه و او در او افغان باشه، افغان در رأسش باشه، افغان از این معلومات داشته باشه. ای اصلا در خاصیت ما افغان هایی کار نیسته. ما کل ما شما افغان هستیم، یکی دیگه خودم میشناسیم. آیا همه تو کدام چیز ما میشناسیم، دیدیم؟ نه خیر، نه. هیچ اصلا ضرور نیست. چیزی که باید ثابت بسازه بر مردم خود افغانستان امارت اسلامی که ای افغانستان خانه مشترک کل ماست. ما کل ما باید یک جای با آبادی رفای از این مملکت و یک صلح و ثبات دائمی باید کار کنیم. مکاتب دخترها را باید واس کنن چقدر زودتر که میشه. این بسیار یک موضوع شرمناک است، نه تنها به تاریخ پر افتخار افغان و مسلمان های یک چیز لکه بد است. از این کارا باید چی مقصد سیاسی پشته از این باشه، دیگر کدام مقصد باشه، باید زود در زود اشتباه باید از روز اول نمیشد و می رقم اشتباهات دیگر که هست او را حل کنه. فقط افغانستان خانه مشترک و کل ماست و کل ما باید مادر برش احترام داریم. سپاسگزار صافی صاحب. آقای وحدت، دیدگاه شما را می داشته باشیم، آیا لازم نیست که به جهانیان ثابت بسازیم که القاعده و گروه های دیگر در افغانستان وجود نداره، یا لازم است؟ بدون شک، اما مقدمه برای این ثابت بسازیم جهان فعلا از ما نمیشنوه و الا بارها سخنگویان امارت اسلامی استدلال ها را داشتن و دارن. مقدمه برای امود که بیشتر عرض کردم برادر مشکل داخل خانه هست. فکر کنین هم بیشتر صافی صاحب یک اشاره کرد که وطن مادر ماست. بدون شک وطن مادر ماست، اما یک برادر آماده کل برادرها را که خوار خود از خانه بیرون انداخته میگه شما هیچ نه در میراث پدر شریک هستین، نه در هویت از این خانواده، نه در تاریخ از این کشور، در هیچ چیز شریک نیستین، برین گم شوید. خود دمو تو یک حالت شما فکر بکنین اولا چه رقم تو همیان بحث تعامل میگن امی 90% افغان ها 99% افغان ها بیترس بگویم طرفدار جنگ و براندازی نیستن. دو سال از کمتر از دو سال هست که به امارت اسلامی گفته میشه که لطفا پشت خارجی ها نگردی که آمریکا چی میگه، انگلیس چی میگه، هیچ اهمیت نداره. تو همه قدر حداقل بکن که به عنوان یک قوه ها که حال حاکم هستید افغانستان، یک مجلس ملی را داخل افغانستان دعوت کن، میزبانی کن، بشین با هموطنان گپ بزن، بشین مشکل داخلی را حل بکن. تو اگر واقعا افغان هستی و اراده داری کار، در غیر از این صورت مسئولیت متوجه امارت اسلامی دیگه چی بکنه؟ همه میگن که ما خواهان یک راه حل ملی و مسالمت آمیز هستیم، ورا تو شیشه میگینی همه چیز جور است، کاملا عدالت برقرار است، امنیت برقرار است، حقوق همه تامین است، هیچ مشکلی وجود این دیگه با یک چیزی است که منطقی است که هیچ کس اون نمیپذیره. میتونی ادامه بتیش اما با پایانش اون همون چیزی است که بار پیشتر یک دفعه دیگه هم امارات اسلامی رو تجربه کرده. خدا کنه این دفعه اون تجربه صورت نگیره هرگز و ابدا. دیگه ما خواهانی نیستیم که کنم کشور دیگه به خاک ما خدای نخواست مداخله بکنه یا تجاوزی نظامی بکنه. ولی هیچ ملتی تا ابد یک استبداد قبول کرده نمیتونه. این حرفی هم که من میزنم جنبه قومی هم ندارم، عرب هستم، سعید هستم، به دنبال از این مسائل من نمیگردم. این جنبه ملی و جنبه مدنی و جنبه انسانی و حقوقی داره که تو چطور هم وطن فاخر تمام وقت بداری با کدام دلیل؟ ما رفتیم تحصیل کردیم، دکترا گرفتیم، ماستری گرفتیم، میخوایم در وطنم خدمت بکنم و تو میگی تو برو گم شو به جای من یک طالب مثلا میاری میبری در جای. این خود ظالمانه است، خادلانه نیست، منطق نیست. تشکر آقای وحدت، سپاسگزار. احسان گزار صاحب، چه از راه حل؟ ما اگر منتظر باشیم مطمئنن که گزارش های دیگری هم نشر خواهد شد، ولی چگونه حداقل قناعت داد منطقه جهان را؟ من فکر کنم گپای آقای صافی صاحب تایید میکنم. بله، جهانیان که هر چقدر پیشفرضای به امارات اسلامی وضع بکنه یا به افغانستان، فکر کنم اگر او را هم به اتمام برسانه باز هم فکر نمیکنم که اونا مقنع شه و قناعت بکنن. بله. موضوع دیگر مهمی است که امید دوستای ما که وحدت صاحب و صافی صاحب از اینا تشکری میکنم واقعا در بیرون از افغانستان با پیشنهادات سالمش. البته یک چیز را تذکر بدم که من در نظام فعلی نکدم کارمند هستم، نکدم کسی هستم، ولی با مشوره های سالم، با مشوره های
های خوب میتونیم نظام تقویت کنیم، میتونیم مردم خود تقویت کنیم. اصل هدف اینجا شاید این نباشد که ما با امارت اسلامی کمک کرده باشیم یا اوره، ولی هدف اینجا است که اینجا 34 یا 35 میلیون نفوسی که زندگی میکنه، هدف اساسی اینا هست که ما بتونیم جهانیان را به کشور خود جلب بکنیم، کمک های از اونها را به جلب بکنیم. و این وضعیت بحرانی، وضعیت مالی خراب که فعلا در افغانستان وجود داره، این از بین بره و وطن آیسایسا به طرف بهبود بره، این فقط یگانه راه حلش و نمود روابط حسنه و ایجاد روابط دیپلماتیک خوبی است. دیگر راهی وجود نداره. اگر ما با جهان تصادم کده بریم، مشکلات به خود ما ایجاد میشه. در غیر از او شاید جهان هیچ کدام ضرر نبینه، ولی افغانستان ضرر دیده میره. ولی دیده میشه که در گزارش ها به نحو جهان به دنبال بهانه ای است. مشکل آقای وحدت هم به اشاره کرده، معمول است مسئله تاریخ را اشاره کرد. بعد از 11 سپتامبر ما شاهد بله در افغانستان بودیم. معمول است. من هرگز نمیگم که جهان به دنبال بهانه گیری نیست، ولی بین گفتی وحدت صاحب که در کشور خود با پیشنهادات سالان با اعتراضات سالم، با موضوعات جالب و منظم به نظام، به دولت پیشنهاد بکنیم، این میتونه راه حل خوب و راه حل بهتری باشد. از اینکه اگر ما بیایم در مقابل جهان قرار بگیریم با اونا تصادم کردن بریم، اول بین امی قضیه مشروعیت، ما چند بار در سر این میزا گفتیم که به امارت اسلام مهمتر است، اما بیاین ایجاد قانون اساسی است، بیاین یک گفتمان ملی را ایجاد بکنیم تا بتونیم که مشروعیت داخلی را که کسب کردیم بتونیم مشروعیت بین المللی هم خود به خود بگیریم. تا اینجا کار پس با توجه به حرفایتان امارات اسلامی مقصر است؟ در بعض جای تضعیفش هست، نقاط ضعفش هست. گفتم پیشتر ما بار بار روی میز تذکر دادیم نقاط ضعف وجود داره، نقاط خوبش را تایید میکنیم، خوب میپنداریم، استقبال میکنیم، بار بار تذکر میدیم که در این مسیر اگر دیگه هم پیشرفت خوب بشه این بهتر است. باور بکنین وقتی به این پل سوخته میامدم دلم خون میچکید. حال ببینین یک جوان در اونجا وجود نداره. آیا پیش پیسه نمیامد؟ خوب زیاد میامد، ولی راه حل بهتر برش پیدا نمیشد که چگونه اینا میره کاور بکنه. از این کارش استقبال میکنیم، یک کاری بسیار خوب است، یک کار نیک است. همه تو از کارهای نیکشان دفاع میکنیم، استقبال میکنیم، به کارهای منفیشان باید با پیشنهادات سالم با شکل منظم برای اینا پیشنهاد بکنیم. تشکر آقای پرویز سانگزه استاد پانتون، آقای سید نظام الدین وحدت آقای سیاسی، آقای سمسر صافی استاد پانتون. سپاسگزار از حضور مهمانان و ممنون که تا این دم میلندی برنامه تحول بودید. تحول در همه جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.